بنفلک ترکونده آره فیلم ایر فیلم خوبیه توی این برنامه که اسپویل نداریم اول یه خلاصه داستانی از فیلم بهتون میدم با به سری اطلاعات و بعد توضیح میدم چرا به نظرم فیلم خوبیه موافقین ایول 1984 has been a tough year. سال 1984 و بخش بسکتبالی کفش های نایکی اصلا اوضای خوبی نداره فروشش بده و ضعیف سانی استعداد یا به بخش بسکتبال یه ایده خوبی به ذهنش میرسه the one thing the other can't with. میگه آقا کل بودجر بدید به من چند چندتا بازیکن یه بازیکن جذب کنیم مایکل جوردن رو اما دو تا وزنه قوی مخالف این ایدن یکی خود و مودیراش دو خود مایکل جوردن که عاشق آدیداسه اصلا از نایکی خوشش نمیاد این اصلی ترین گره داستان و از اینجا ماجرا میفته رو روند اصلیش این oh, یه درام ورزشی بیوگرافیه در مورد یک داستان واقعی همکاریه بزرگترین برند ورزشی دنیا یعنی نایکی و بزرگترین بازیکن بسکتبال تاریخ حالا در مورد این یه اختلاف نظری هست من استوری کردم نوشتم ماکر جوردن بزرگترین بازیکن بسکتبال تاریخه خیلی ها اعتراض کردن که نه اسامی دیگه ای گفتن مثل لبرون جیمز فکر می کنم که راهگشا میتونه باشه نظرات شما لطفا بنویسید نظرتون رو توی کامنت ها ولی یکی از بچه ها نکته جالبی رو بهم به گفت برام پیام فرستاد و گفت که همین که ماهایی که خیلی اهل پیگی جدی بسکتبال نیستیم اسم مایکل جوردن به گوشمون خورده ولی اسم لبرون جیمز به گوشمون نخورده نشون اینه که مرزهای ورزش رو مایکل جوردن ازش عبور کرده و این بزرگتر بودنش رو نشون میده به هر حال نظرتون رو بنویسید ببینیم به چه نتیجه ای می میرسیم فیلم رو به نفلک ساخته اما نقش اصلی رو مد دیمن بازی کرده به کارگردان بوده تهیه کننده هم بوده مد دیمن هم توی تیم تهیه کننده هم به نفلک بوده سریعا آدم ها رو یاد گودویل هانتینگ میندازه خیلی خیلی جوان تر بودن با هم دیگه اون فیلم رو بازی کردن و جالبی که هر دو هم با همدیگه فیلم نامه اون فیلم رو نوشته بودن. همکاریشون کلا جالب شیمی خیلی خیلی خوبی بینشون برقرار میشه اینجا هم همین اتفاق افتاده نقش اصلی رو ولی مدمن بازی کرده بنفلک که در نقش مدیر عامل یا سئو نایکی فیل نایت بازی کرده نقش کم رنگتر ولی مهمی داره اکثر آدم که داره در موردش فیلم حرف میزنه همچنان زندن مایکل جوردن هست فیل نایت هست سانی هنوز هست مایکل جوردن همکاری مستقیمی در تولید نداشته ولی نظراتش رو گفته یکی از چیزایی که خواسته اعمال بشه توی فیلم این بوده که نقش مادرش رو وایولا دیویس بازی بکنه که به نفلک پذیرفته بود این کار انجام داده یه نکته مهمی که در فیلم وجود داره اینه که چهره مایکل جوردن دیده نمیشه یه تصمیم مهمی بوده که به نفلک گرفته خودش در موردش گفته که ما تصمیم داشتیم کسی به جای مایکل جوردن بازی نکنه چون چهره معلوم دیگه خیلی هم نگذشته و هنوزم هم هست خودش خودش هم بهش گفتم که زیادی پیری برای اینکه این نقش رو خیلی بازی بکنی من با این تصمیم اوکی هم فکر میکنم که تصمیم جالی بود همون کاریزمای مایکل جکسون هف... مایکل جکسون همون کاریزمای مایکل جوردن حفظ شده که چهرهشونشون نمیده هم چون خیلی بهش نزدیکی نمیتونستیم به راحتی کسی رو به با عنوان بازیگر بپذیریم در نقشش بچه یه سریال مستند وجود داره به اسم The Last Dance بچه هایی که به هم معرفیش کردن وقتی فیلمو معرفی کردم از الفاظی مثل شاهکار و فوقلاده استفاده کردن خیلی ترغیب شدم که ببینمش دوست داشتید شما هم یه سری بتونید 10 تا اپیزوده و آماده است میتونید تماشاش بکنید خیلی ازش تعریف تمجید میشه جالب اینکه که نویسنده ی فیلم ایر گفته که هنگام تماشای این مستند و دیدن موضوع همکاری نایکی و مایکل جوردن ایده این فیلم به ذهنم رسیده فیلم رو نوشته <applause> یکی از ویژگی های مهم فیلم حس نوستالژیک فیلمه کسایی که اون دوران رو به خاطر دارن براشون خیلی جذاب تره و حس نستالژی قوی میده برای ماها که خیلی یادمون نمیاد 1984 رو کم خیلی کم یادمونه من سرچ کردم دیدم که دقت خیلی خیلی خوبی انگار در طراحی صحنه و لباس ها و چیزهایی که اون شماگر رو به خاطر بیاره خرج داده شده در فیلم نکته مهمیه فیلم جذاب بسیار زیاد به نظرم برای صاحبین کسب و کار و کارفرین ها یکی از چیزایی هم که داره اینه که روی چون یه, یه لیست فکر میکنم ده تایی اصول نایکی است که به در و دیوار چسبوندن آدم ها میبینن اونو انگیزه میگیرن مثلا یکیش اینه که قوانین رو بشکن و نتیجه برای ما مهمه یا قرار نیست آسون باشه فکر کنم برای صاحبین کسب کار خیلی فیلم جذاب و روشنگار و انگیزشی محسوب میشه برای یک دسته دیگه هم خیلی فیلم جذابه اونایی که طرفدار بسکتبالن بسکتبال پیگیری میکنن مایکل جوردن رو پیگیری کردن و نکته جالبتر فیلم میدونی چیه؟ اینی که اگه جزء هیچ از این دو دسته نباشین که من نیستم بازم فیلم براتون جذاب خواهد بود تو کاری ندارم بعضی هم فیلم دوست نخواهند داشت ولی من به عنوان کسی که طرفدار بسکتبال نیستم از تماشای این فیلم لذت بردم کامنت های بسیار خوبی هم گرفتم به هر کی که فیلم رو معرفی کرد میبرتمون تو دل دنیای بزرگ برند های بزرگ ورزشی دنیا که اطلاعات چندانی شاید ازشون نداشتیم سال 1984 سال میفهمیم که سهم بازار کفش های بسکتبالی 54 درصدش دست کانورس که آلستار رو داشت 29 درصدش دست آدیداس یا به قول امریکایی آدیدسه و 17 درصدش دست نایکی بوده اصلا اوضاع نایکی اون موقع خوب نبوده الان نایکی بزرگترین تولید کننده لوازم ورزشی در دنیاست آدیداس دومی دنیاست الان و کانورس خیلی ساله که نایکی خریدتش و عملا کانورس و آلستار مال نایکی تو دل داستان پشت صحنه بسکتبال هم اندکی میریم نوع ارتباط بازیکن ها با ایجنت هاشون خیلی جذابه یه چالشی بین سانی و ایجنت ماکر جوردن به وجود میاد که این, این هم یه خورده سنگ اندازی میکنه شلوول هم اجازه نمیده که سانی مستقیم با ماکر جوردن ارتباط برقرار کنه قانونا هم حق نداره سانی این کار رو انجام بده اون خودش یه چالش خیلی هیجان انگیز ایجاد میکنه یکی دیگه, دیگه از نکات جذاب فیلم شخصیت نقش اصلیه یعنی سانی استعداد یابه بخش بسکتبال برند نایک به قول همکار سیاه پوستش سانی یه سفید پوسته میان سال چاقه که اهل ورزش کردن نیست حتی میبینیم که کفش رانینگ نایکی نمیپوشه ولی از نظر اطلاعاتی سلطان بسکتباله میفهمه بسکتبالو پیشبینی میتونه بکنه اول فیلم چجور شروع میشه؟ سانی میره شرط بندی میکنه روی مسابقات بسکتبال شرط های عجیب قریب میبنده و همه رو برنده میشه یعنی پیش بینیاش در بسکتبال فوق العاده است همون پولی که گرفته رو میره قمار میکنه و همه پول ها رو میبازه یعنی آدم تو هر چی که خوب نیست یه استعدادیا به بسکتبال فوق العاده است یعنی شخصیت ارزش خیلی جذابه با چاق بودنش هم مشکلی نداره نمیخوادم ورزش کنه نمیخوادم بدو خیلی هم بامزه است خیلی هم کمدیه و این چاق بودن خود مدمن که نمیدونم چقدرش گیریمه هم خیلی به نمک کار اضافه کرده واقعا شخصیت ها جذابند خود فیل نایت که نقشش رو به نفلک بازی کرده توی یک حال و هوای عجیب قریبیه انگار تم افسردگی داره انگار تم عرفانی داره حالش انگار خیلی خوب نیست و دلش خیلی زیاد میسوزه برای این کمپانی بزرگی که با خلاقیت خودش راه انداخته تمرکز ما بیشتر روی سانیه و البته از یه جایی به بعد با وجود اینکه نقش تایمینگ کمی داره کارکتری که مادر مایکل جوردن رو بازی میکنه یعنی بایولا دیویس اون هم خیلی شخصیت مهم و تاثیرگذاری توی فیلمه الان که فکر میکنم واقعا تو پسامت قانون کردن که شخصیت اصلی زن داشته باشید شخصیت اصلی همجنسگرا داشته باشید فکر میکنم قانون کردن که البته این فیلم شخصیت همجنسگرا نداره ولی شخصیت اصلی زن داره خوشحالم که اگر قرار زنها پرزنت بشن و کاراکترهای قوی بسلط در راستای حقوق زنان بهشون داده بشه که جا بیفته که اصلا چیز بدی نیست به زور احساس نشه که چپونده شده توی فیلم اینجا احساس نمیشه وایل دیویس مادر مایکل جوردن در فیلم یک زن مقتدر مسلط باهوش کاریزماتیک و درجه یک و آینده نگره چقدر هم خوبی نقش بازی کرده وایلو دیویس جالبه بدونید که نقش پدر مایکل جوردن رو یعنی همسر وایلو دیویس رو همسر واقعی وایلو دیویس یعنی جولیوس تنون بازی کرده دوربین فیلم برداری دوربین شوخ و شنگ پر حرکته یعنی اگر به چپ و راست حرکت نکنه به اصطلاح پن نکنه یا به پایین یعنی تیلت نکنه اون قاب ثابته هم در حال زوم شدنه که حالا اون ممکنه داخل تدوین رخ داده باشه تدوین سرزربی هم داره کات های تون تون معمولا کات تون توی سینما اگر دوربین قاب بندی درستی انجام نداده باشه و نوع حرکتش اذیت کننده باشه این کاتایتون تون اعصاب آدمو خورد میکنه توی ایر این اتفاق نمیفته دوربین خیلی دوربین شوخ و شنگ و جذابی از آب در اومده که در راستای ریتم دادن به فیلم خوب عمل میکنه دیالوگ نویسی فیلم خیلی دیالوگ نویسی تمیز باحال و حساب شده ایه. دیالوگ اضافه ای نمیشنوید و هر آنچه که میشنوید نقشی در پیش بردن درام داره خود فیلم نامه هم از نظر اتفاق پوینت های درجه یک خوبی داره درگیر کننده است اصلا اجازه نمیده که بیننده خسته بشه در کنار ویژگی های دیگه ای که فیلم داره و اجازه نمیده خسته کننده بشه کاراکترهای جذاب بازیگرهای خوب دوربین خوب تدوین خوب موسیقی باحال و خوش ریتم و سرزنده عجیبه که آدیداس از فیلم ایر شکایت نمیکنه یعنی من نمیدونم اون پشت مشت چه اتفاقی میفته چه جوری الان آدیداس نمیاد چیزی بگه و اعتراضی بکنه فیلم به وضوح تبلیغ میکنه برای برند نایکی چون وقتی فیلمو میبینی دلت میخواد بری نایکی بخری یعنی من تو کتم نمیره که تبلیغاتی نیست و چه تبلیغات درجه یکیه ولی از اون طرف یه ضد تبلیغ و یه تخریب عجیب و غریب برای آدیداس داره رخ میده چرا آدیداس هیچی نمیگن عملا سانی میگه که اسم صاحب آدیداس آدولف بود و طرفدار هیتلر نازی ها این خیلی ضد تبلیغ بزرگیه فیلم هم 1984 هم که داره روایت میکنه تازه این آدولفه که خودشون فکر میکنن بهش میگن ادی که نگن آدولف بد نشه مرده و تیم مدیریتی داره یه گروه مدیریتی داره هنوز کسی هد نشده از این لحاظی خود آدیداس متزلزل شد یکی از مهمترین چیزهایی که فیلم داره و باعث میخکوب شدن بیننده میشه میدونین چیه بچه ها. اشتیاق خارجی میگن پشن درسته؟ اشتیاق حلقه گمشده زندگی به نظرم بشر امروزیه و شاید خیلی بیشتر توی کشور ما با اوضایی که داریم اشتیاق یعنی چیزی که به خاطرش صبح از خواب بلند شیم یعنی چیزی که به خاطرش ثانی نصف شب بر میگرده شرکت و همکارش از جلسه میکشه بیرون فیلم اشتیاق میده فیلم باعث میشه چند ساعتی ما هم اون حس بی اشتیاق رو لمس کنیم چه بسا تأثیر زودگذرش برای عده کمی عمیق شد و تأثیر بزرگ گذاشت اگه اینجوری بشه که چه بهتر حالا اگه بخوام نظر کلیم رو در مورد فیلم بگم و بهش نمره بدم از یک تا ده فیلم با تراوته چون نوستالژی داره ریتم داره موسیقی داره شوخ و شنگه و داستان تلاشی است برای بقا و البته اسم بزرگی مثل مایکل جردن پشتشه نمره اگه بخوام بدم به فیلم ایر 2023 نمره 8 من دوست داشتم فیلمو نظرتون رو در موردش بنویسید اگه شما هم فیلمو دیدید خیلی مخلصم در تماسیم <applause>